همه زیبایی های انسانی، حرکت در جهت عدالت و همبستگی، آشنایی با میراث کهن و نشان دادن عزم برای ساختن آینده درخشان در سفرها متجلی است و متبلور است. 8 سال ستاد تسهیلات سفرهای کشور فرصتهای فراوانی را برای ملت ایران فراهم کرد. به ویژه در نوروز امسال یک حماسه خلق شد. سال گذشته ملت ایران از جهات گوناگون تحت فشار شیطانها و بدخواهان بشریت قرار گرفت. فشارهای اقتصادی سنگین و بدتر از آن فشار جنگ روانی ناجوانمردانه برای شکستن نشاط ملت، امید ملت، همبستگی ملت و عزم ملت. اونها انتظار داشتن در پایان یک سال بمباران تبلیغات روانی و فشارهای گوناگون، گرد یأس و عبوسی و ناامیدی بر چهره ایران عزیز دیده شود، اما دیدیم به فضل خدا با هوشمندی ملت یک سال پرنشاط و سر تا سر امید. در مراسمی در ورزشگاه آزادی تهران از دستاندرکاران سفرهای نوروزی از جمله هلال احمر، هواپیمایی، راه آهن، اورژانس کشور و دیگر ارگانهای دخیل در ستاد سفرهای نوروزی با حضور رئیس جمهور تجلیل شد. آقای احمدی نژاد ثبت حدود 140 میلیون نفر سفر در نوروز امسال را یک رکورد تاریخی دانست و گفت با وجود فشار و جنگ روانی دشمنان برای شکستن نشاط و همبستگی مردم، ملت هوشمند ایران یک سال پرنشاط و سرتاسر امید را آغاز کرد. ملت ایران هر روز گام‌های جدیدی را